خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برای نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم، تا از اونها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند، نه از اونها که پول دین میگیرند و برای دنیا کار میکنند. از دیگ به 34 سال از شهادت دکتر علی شریعتی، یکی از متفکران به نام جهان اسلام میگذرد. شریعتی را میتوان از جمله افرادی دانست که نقش بسزایی در بسیج نیروهای جوان در دوران قبل و بعد از انقلاب بر عهده داشت. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم با حسن یوسفی اشکوری، روزنامه نگار و نویسنده از آلمان. جناب اشکوری، 34 سال از شهادت دکتر علی شریعتی میگذره، شما نقش ایشون رو در بسیج نیروها به خصوص بسیج جوانان در قبل از انقلاب چگونه میبینید؟ بله، همون گونه که شما میدونید و من میدونم و همه میدونن، دکتر شریعتی یکی از ارکان و یکی از پایه‌های مؤثر در بسیج نیروها در پیش از انقلاب، در بکشوندن جامعه به عرصه انقلاب سیاسی بهمن 57 نقش بسیار یگانه و برجسته‌ای داشته. این نقشی هست که مخالفان او هم به اون اعتراف دارن، حالا هم از این که نقششون رو مثبت یا منفی ارزیابی کنیم، این یه واقعیت تاریخیه. در اینکه شریعتی در اون زمان چنین نقشی داشته تردیدی نیست، اما نقش ایشون عمدتاً از طریق انتشار افکار و ایراد سخنرانی ها و گسترش بی‌سابقه آثار ایشون در اون دوره بوده. شریعتی از معدود روشنفکرانی بوده که در دهه 40 و 50 معتقد به تقدم کار فرهنگی بر کارهای سیاسی یا هر نوع مبارزات اجتماعی و انقلابی بوده. حسن افکار شریعتی در مجموع در حوزه فرهنگ و اندیشم انقلابی بود، یعنی رادیکال بود، اما ایشون بر اساس تحلیل‌های مشخصی که از شرایط تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد داشت، معتقد بود که تا زمانی را که افکار اندیشه‌های توده مردم به آگاهی لازم نرسیده باشه، هر نوع انقلاب سیاسی یا اجتماعی در نهایت میتواند بیفایده باشه یا کم ثمر باشه. برای این اساس ایشون در دهه اواخر دهه 40 و دهه 50 تا هنگام شهادتش تمام جد و جهدش این بوده که به آگاهی توده ها کمک کنه و سخنرانی های پرشور ایشون، نوشته های ادیبانه و مهیج ایشون و گسترش افکار اندیشه ایشون که در دوره انقلاب کتاب هاش به تیراژ های میلیونی رسید، تونست که در بسیج جامعه کمک کنه. این جامعه هم بخش جوانان و روشنفکران بود که مخاطب مستقیم شریعتی بودند و هم غیر مستقیم توده های مردم که از طریق سخنرانی ها یا از طریق انتشار افکار شریعتی از طریق واسطه ها مانند طلبه های جوان و همینطور دانشجویان در اون زمان صورت گرفت، توده های مردم هم در کشوندن انقلاب و در بسیج شدن در عرصه عمومی به اصطلاح نقش بسیار زیاد و فراوانی داشته. خب آقای اشکوری، در سالهای بعد از انقلاب هم ما میبینیم، هرچند که دکتر شریعتی حضور نداشتن، ولی مکتبی که ایشون پایه‌ریزی کرده بودن و شاگردان ایشون تونستن اثرگذاری بسیاری در پیشبرد اهداف در اصل دکتر شریعتی داشته باشند. شما این دوران رو چگونه تحلیل میکنید؟ ببینید، شریعتی از معدود گویندگان و نویسندگان و روشنفکران و متفکرانی است که دارای اضلاع مختلف در شخصیتش هست. یعنی شریعتی یک گوینده توانا و سخنور بسیار مبرز و اثرگذاری بوده، یک نویسنده بسیار توانا و ادیب و خوشقلمی بوده و در این حال یک نظریه پرداز یا متفکر بوده، دارای دانش عمومی گسترده‌ای بوده. خب در دوران پیش از انقلاب اون بعد رادیکالیزم سیاسی و فکری شریعتی بیشتر برجسته شد و تونست که جوانان، دانشجویان و طبقات متوسط و حتی طبقات فرودست جامعه رو تحریک بکنه و تحریک کنه. اما در این حال در دوران بعد از انقلاب بخشی از اون افکار و ادبیات سیاسی و انقلابی شریعتی دیگه به تدریج اثر خودش از دست داد، برای اینکه دیگه موضوعیت نداشت. اما در این حال بخش دیگری از افکار شریعتی که عمدتاً به نظریه پردازی و به همون تقدم انقلاب فکری بر هر نوع انقلاب دیگه
اینها برجسته تر شد به تناسب شرایط زمان و مکان به وسیله پیروان فکری و او این اندیشه ها به صلا اهمیت بیشتری پیدا کرد و به همین دلیل است که میبینیم شریعتی بعد از انقلاب، اینکه خودش یکی از پایه های انقلاب بود و معلم انقلاب لقب گرفت، اما در این حال میبینیم که نخستین منتقدان نظام برآمده از انقلاب یعنی نظام جمهوری اسلامی همین پیروان فکری شریعتی بودند که حتی بعضی ها رای افراط و ترور هم متاسفانه در پیش گرفتند. ولی به هر حال از دهه 60 که گذشتیم در دهه 70 80 میبینیم که پیروان فکری شریعتی در عرصه های مختلف فعالند، بیشتر در عرصه فرهنگی و همینطور تا حدود زیادی در عرصه سیاست و سیاست ورزی. امروز افکار اندیشه‌ای که از شریعتی به میراث برای ما مونده اون بخشی برجسته تر است و مهمتر است که به آزادی خواهی و عدالت طلبی و اصلاح فکر دینی مربوط بشه و همینطور به تقویت دموکراسی و حقوق بشر که البته در حقوق قبل از انقلاب اینا چندان مطرح نبود، در افکار شریعتی هم مسائل و مفاهیمی چون حقوق بشر چندان برجسته نیست یا حتی دموکراسی، اما الان بعد از 34 سال بعد از 33 دهه از انقلاب اینها برجسته تر شده و شاگردان و پیروان فکری او سعی میکنن که این افکار اندیشه ها رو از آثار مکتوب ایشون بیرون بکشن و به تناسب شرایط زمان و مکان بازخوانی کنن و باز تولید تا بتونن که به آزادی و رهایی جامعه و مردم کمک کنن.